همونطوری که از اسم این عطر مشخصه دقیقا اومده که براتون حال و هوای بهاری رو بیاره اون حس و حال تازگی گلهایی که دارن تازه شکوفه میزنن رو براتون به بیاره درود خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه یه معرفی دیگه از خلیفه چی توی این ویدیو میخوام براتون عطر زرونه گوچی بلوم رو معرفی کنم که خب بین خانوما بسیار پرطرفداره اما قبلش بریم ما و نزدیک جبهش رو ببینیم یه جعبه جالبی داره طراحیش میذاره یه متفاوته بریم خیلی سریع برگردیم گوچی بلوم تو سال 2017 به بازار معرفی شد اونم با عطرسازی آقای آلبرت و موریاس که اصلا دیگه نیازی نیست راجع ایشون صحبت کنیم اون رزومه پروپیمونی که راجع به عطرها دارن کاملا کافی قشنگ یه مستر پرفیومر هستن برای خودشون خب گوچی بلوم کاملا حس و حال بهاری رو براتون داره حس سرزندگی حس بانشاتی تمام روایح گلی رو در اختیارتون قرار میده کاملا وقتی بو میکنه نگار وسط یه باغ هستید که پر از گلهای سفیده توی این عطر برای اولین بار این درشو من تازه دیدم برای اولین بار از یه نوتی استفاده شده که تا به حال توی صنعت اساسی تو هیچ عطری استفاده نشده اونم اسم نوتش رنگون کریپره تقریبا میشه گفتش که یه چیزی شبیه این پیچ امین و های خود اون حالا بهش میگن پیچ امین و دوله چینی حتی حالا جلوتر قشنگ راجبش با اتون صحبت میکنم در کنار این دوتا نوت خیلی پررنگ دیگه هم هست گل یاس و گل مریمه خب حالا این رنگون کریپره چیه؟ این گل حالت همون پیچ امین و دوله خودمونه که رنگش یه مدار متفاوته توی جنوب هند رویده میشه معمولا اونجا بیشتر دیدنش و طوریه که جالبش اینه که مثلا رنگش اول سفیده کم کم که میره جلو به سمت صورتی تبدیل میشه اون شکوفه که کاملا باز میشه رنگش میره به سمت قرمزی و این حس و حالی که توی این نوت وجود داره و یه مقدار متفاوتش کرده اینه که یه حس گلی در کنار حس شیرین داره و یه فضای پودری خیلی خوبی توی اون نوت وجود داره که حس و حالش رو منتقل میکنه توی دقیقا میبینید که این رنگ خود گوچی بلوم و یه رنگ پودری مانند هاشیه هاش که قشنگ اومده این فضا رو بخواد یادآوری کنه در کنار اون برای تقریب میشه گفت شاید دومی یا سومین باره که از یه متد خاصی اومدن گل یاس و اون اسانس گیری کردن و علاوه بر اون حسی که اکثر گل یاس دوران یک سه حتی انیمالی که به اضافه اینکه یه حسه پودری مانند و خب فضای خیلی فرشی داره حس فضای گیرین و سبزی هم توش اضافه شده که این باعث میشه اون نشاط و سرزندگی نوت جزمین همون گل یاسه خیلی بیشتر بشه حالا اومدن اسانس این اسانسی که این حسو داره به اضافه اون رنگون کریپره درست گفتم آره به اضافه گل مریم رو با هم ترکیب کردن و خب این حس و حال به وجود اومده که هم فضای گلی خیلی سفید تر و تمیز داریم هم خیلی بانشاته همین که حس پودری هم داره خب توی شروع شما وقتی رو اسپری میکنید واقعیت اینه که خیلی قافلگیر نمیشید یه رایحه تیپیکال اطرای گلی مخصوصا گل مریم زنونه رو داره ولی خب بسیار با کیفیت تر شاید بخوام براتون یه یاداوری کنم که شبیه چه عطر میتونه باشه شاید بو کنید یاد عطر دیورجدق بیفتید ولی خب خیلی مدرنتر حتی خیلی با تر میشه گفتش که خیلی جذاب تر شده خب شروعش خیلی فرش کمی شیرین گلیش خیلی گل واضحیه و اون حس و حال سرزندگی که انگار مثلا یه ذره آب پاشیدیم روی گل برگای این گلای مریم و گل یاس قشنگ حس میکن خیلی فضا سر حال توی شروع حالا وقتی که مقدار میگذره اون حس پودریه بیشتر به مشام میخوره به خاطر اون نوته که توی جنوب هند میروید یه مقدار بهتر میشه و فضای پودری قشنگتر شما حس میکنید با گذشت زمان ولی خب در کل من احساس میکنم که بیشتر مناسب افرادیه که گل مریم رو دوست دارن این گل مریم خیلی توی این عطر بلده و خیلی واقعا جذابش کرده خب گل مریم رو یک سری دوست ندارن تو عطرها ولی خب اونایی که دوست دارن اکثرا میرم من میبینم که دنبال اطرایی هستن که گل مریم داره قشن میخوان ته گل مریم و تو اطرا در بیارن در کل فضا فضا کاملا گلیه من احساس میکنم که بسیار مناسب خانومایی ها که فضای گلی رو دوست دارن خیلی واقعا جذابش میکنه عطریه که بیشتر اوقات شما میتونید ازش استفاده کنید اما به نظرم وقتی که آفتاب رفت غروب به بعد خیلی بازخورده بهتری داره حالا نمیدونم به گوشتون خورده یا نمیگن وقتی گل مریم و. وقتی که آفتاب میره تقریبا هوا داره غروب میشه میچینید اون حس سنشوالش خیلی بیشتر میشه خیلی سکسی تر میشه خیلی جذاب تر میشه و خیلی بازخورد بهتری داره از این نظر حالا اینم در نظر بگیرید که حالا وقتی آفتاب رفت این عطر اسپری کنید عملکرد بهتری داره توی قرارهای دوستانه توی قرارهای عاشقونه میتونید ازش استفاده کنید یه مقدار با کلاس تر از اونیه که شما بخواید توی روزمره از این عطر استفاده کنید اما خب من دیدم که روزمره هم استفاده کردم و کاملا راضی بودن بر پخش و نگاری هلوش هفت و میشه بهش نمره داد و به نظرم عملکرد خوبی داره این سبک عطر را بخواید شما هم فرشش کنید هم فضا گلای سفید باشه معمولا شاید ماندگاری کمتر از این عد بشه که خب اینجا به نسبت خوب در اومد پس به صورت کلی اگر به دنبال یه عطری هستید که قشنگ اون حس و حال هوای بهاری رو بهتون منتقل کنه قشنگ سر حالتون کنه و گل مریم هم دوست داشته باشید گوچی بلون گزینه بسیار خوبیه و مثل همیشه مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید تا یک ویدیو دیگه و یه معرفی دیگه از خلیفه چی فعلا خدا نگهدارتون